عزیزانی که اسکنر اونها لایسنسش، یعنی در واقع ورژن و سریال نامبر خود اسکنر که میتونیم ما اینو چک کنیم، خود اسکنر امریکم و روش در واقع یه اسلیف داره که اون اسلیف میتونه خارج بشه، بیرون یه سریال نامبر 6 رقمی هست که ما میتونیم اون سریال نامبر رو از وبسایت دنسپرایسیرونا استعلام کنیم و توی وبسایت به ما میگه که آیا این کامرا قابلیت شید دیتکشن رو داره یا نه. اگه اونجا ما متوجه شدیم که اسکنر ما این قابلیت رو داره، میتونیم که از دنسپرایسیرونا یک کیت کالیبره، در واقع کالر کالیبریشن رو تهیه کنیم که یه چیز حدود 400-500 یورو به صورت حالا تخمینی هزینه داره که بعد از تهیه اون کیت میشه که کامرا رو کالیبره کرد و با نرم افزار ورژن 4.5 قابلیت شید دیتکشن رو هم توی نرم افزار داشت. من میخوام بدونم که آیا لازمه سخت افزارم تغییراتی انجام بشه، چون داره یه توانایی بشه اضافه میشه، مرحله پروسسینگ معمولا نیاز به یک کامپیوتر قوی تر داره. میخوام بدونم چنین قضیه هم پیشبینی کرده سیرونا یا نه. چنین قضیه بعد در رابطه با فقط قابلیت شید دیتکشن چنین مسئله نیست که ما بگیم اگه مثلا یه یوزری میخواد که بیاد و از قابلیت شید دیتکشن استفاده کنه باید حتما بیاد امبیکمش رو آپگرید کنه. اما شما فرض بفرمایید یه عزیزی مثل خود شما که خیلی وقته که شما جزو اولین نفراتی بودید که اسکنر امبیکم رو تو ایران تهیه کردید، اسکنر امبیکم شما در واقع چون ورژنی هستش که برای فکر می‌کنم 2-3 سال پیش هستش، این اسکنر برای اینکه بتونه نرم افزار ورژن 4.5 رو به حالت بهتری اجرا بکنه نیاز به آپگرید سخت افزاری میتونه داشته باشه، نه برای اینکه شید دیتکشن رو بتونه در واقع ساپورت کنه. ما اولین در واقع محدودیتی که در رابطه با استفاده از شید دیتکشن داریم تهیه نرم افزار ورژن 4.5 هست، یعنی باید نرم افزار اول آپگرید بشه. اگه امریکم قدیمی هستش و ورژن پی سی داخل امریکم ورژن به اصطلاح استانداردی نیستش برای 4.5، باید ابتدا اون آپگرید بشه و بعد از اون ما میتونیم که در واقع قابلیت شید دیتکشن رو توی نرم افزارمون داشته باشیم. ممنونم. ما البته سیستم های امریکمی که مربوط به سال 2016 هم حتی بودن دیدیم که برای کالیبره رنگ نیز سیستمی دارن که ما غیر از کالیبره کردن دقت اسکنر به رنگ اونم کالیبره میکردیم و همینطور اسکنرهای دیگه هم به این صورت هستن، ولی بعضی از اسکنرها خب ما میدونیم که اصلا نوشتن که نیازی به کالیبره ندارن. ولی شما سیستم سیرونا رو هر چه مدتی به چه مدتی توصیه میکنید که عملیات در واقع کالیبره کردنش انجام بدن؟ سیستم سیرونا رو زمانی که عزیزان تهیه میکنن به همراه خود سیستم یک کیت کالیبره ما تقدیمشون میکنیم که این کیت کالیبره منحصر به فرد هستش و یه سریال نامبر روش هست که من پیشنهاد میکنم اون چیزی که داکیومنت خود دستگاه میگه اینه که بین هر 45 روز الی 60 روز یعنی یک ماهی الی دو ماه اسکنر امبیکم حتما کالیبره بشه و به طور کلی در زمانی که همونطوری که خود شما فرمودید موقع استفاده از اسکنر نور دایرکت به در واقع اون آینه و میرر خود هد اسکنر تابیده نشه، اگه چنین اتفاقی افتاد پیشنهاد میشه که سریعا ما اسکنر رو به اصطلاح کالیبره کنیم. البته توی ورژن جدید اسکنر ما که پرایم اسکن هم شما هم فرمودید خیلی این در واقع مسئله بهبود پیدا کرده به خاطر اون خاصیتی که مثلا توی هد اسکنر به وجود اومده برای در واقع اون وارماپی که خود اسکنر نیاز داره که جلوگیری میکنه از بخار در واقع بخار گرفتگی میگیره، خیلی میتونه کمک بکنه که دیتکشن بهتری داشته باشه اسکنر و همینطور کالیبره کمتری نیاز داشته باشه. اما چون در واقع توی ایران در حال حاضر تمامی اسکنرهایی که هستش اکثرا امبیکم هستش و حالا یه تعدادی هم بلوکم، ما پیشنهاد میکنیم که هر 45 روز زحمت بکشن عزیزان و حتما با کیف کالیبره خودشون اسکنرشون رو کالیبره کنن. و یه نکته دیگه خیلی مهم هم باید بگم، من چند بار دیدم که بعضی از عزیزان کیف کالیبرهشون ضربه خورده بوده، ترک دیده بوده
چون کیت کالیبر یه قطعه‌ای هستش که باید خیلی ادجاست باشه زمانی که داخل هدر قرار میگیره، خواهشاً اگه کیت کالیبر از دستش افتاد عزیزان و یا آسیب دید ضربه خورد، حتما جهت تهیه کیت کالیبر جدید از ما اقدام کنن که مطمئن بشن که کالیبر استنرشون به بهترین شکل داره انجام میشه. ممنونم جناب مهندس امیلی، خیلی خوب و عالی توضیح دادید، دست شما در نکنه. انشاءالله برنامه های دیگه که اگه بخواییم وارد جزئیات بیشتری از این سیستم بشیم که خیلی وسیع هستش و وقت برنامه همونم کمه، من از شما تشکر میکنم. من یه جزئیات دیگه هستش راجع به قضیه ایمپلانتولوژی و سیرونا چه امکانات دیگه میده برای کار دیجیتال ورکفلو ایمپلانت میخوام یه صحبت کوتاهی داشته باشم با شما. خداحافظی میکنم.